بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما تعزیت عرض می‌کنیم و اخبار شیعان جهان را به سمع و نظرتان خواهیم رساند. سرخط خبرها. عزاداری فاطمی شیعیان در حضور حضرت آیت الله العظمی شیرازی. بهینه سازی خیابان های منتهی به بین الحرمین و آستان مقدس حسینی و عباسی. و صلیب سرخ، افغانستان از مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان است. به این بخش خبری خوش آمدید. بیت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی حاسه صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در شهر مقدس قم در روز دوشنبه 8 دی ماه 1399 شاهد برگزاری بزم عزای فاطمی به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز بود. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان، جمعی از شیعیان و مؤمنان شهر مقدس قم و همچنین شخصیت‌های دینی، فرهنگی و حوزوی این شهر در این مکان حضور یافتند تا در کنار مرجع والا مقام خود در سوگ شهادت مادر امام زمان ارواح نافده اقامه عزا کنند. گفتنی است حجج اسلام آقایان طبسی، خانی و حائری قزوینی طی سخنانی در این مراسم با بازگویی مصائب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برگ‌هایی از کتاب غمنامه فاطمی را ورق زدند. همزمان با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو سرا به روایت 75 روز شهر مقدس کربلا غرق ماتم و حرم حسینی و عباسی علیهم السلام سیاه پوش است. به گزارش شیعه ویوز جمعی از مردم عراق با حضور در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام به زیارت و نیایش پرداختند. مراسم عزاداری با حضور مردم عراق در حرم حضرت عباس علیه السلام برگزار گردید و زائران دست جمعی در پایان مراسم دعای فرج را زمزمه کردند. در حالی که عراق به دلیل شیوع کرونا زائر خارجی نمیپذیرد و در روزهای اخیر مرزهای خود را برای جلوگیری از ورود آن به روی غیر عراقیان بسته است، اما منع تردد و محدودیتی در شهرهای زیارتی عراق اعمال نمی شود و زائران عراقی از نقاط دور و نزدیک به سوی حرم مشرف شده و به زیارت می پردازند. زائران در بین الحرمین نیز همزمان با روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عزاداری پرداخته و شهادت آن بزرگترین بانو را به سوگ نشستند. پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان مقدس عباسی اقدامات برچیدن موانع امنیتی در برخی خیابان‌های منتهی به حرمین مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام را آغاز کردند. به گزارش شیعه ویوز این اقدامات در خیابان‌های حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خیابان ام البنین علیه السلام برای کاهش ازدحام در زیارت‌های میلیونی و تسهیل تردد زائران و ساکنان منطقه با هماهنگی بخش بین الحرمین، فرماندهی پلیس کربلا و نیز بخش حفظ نظم آستانهای مقدس صورت می‌گیرد. نافع الموسوی رئیس بخش بین الحرمین در این باره گفت این اقدامات پس از کسب تاییدیه‌های لازم از بخش‌های امنیتی در دو آستان مقدس حسینی و عباسی آغاز شده و سعی بر آن است تا ورودی‌های بدون مانع در این دو خیابان ایجاد و تنها به گشتی‌های پیاده پرسنل بخش حفظ نظم و نیروهای امنیتی حرمین شریفین برای نظارت بر این اماکن اکتفا شود. محمد مصطفی طویل مسئول واحد اقدامات ساختمانی در بخش تعمیرات مهندسی وابسته به آستان مقدس عباسی نیز اظهار داشت برچیدن این موانع طی پویشی گسترده و با همکاری شهرداری شهر مقدس کربلا از مدتی قبل و همزمان با پایان فرایند برچیدن موانع در خیابان‌های القبله، العلقمی و با بغداد آغاز شده است.
وی گفت این اقدامات در ورودی‌های اصلی و فرعی مهم که در مسیر زائران است، مشمول برچیدن موانع ثابت و متحرک، کانکس ها و همه مرزومات آنها شد. به گفته عطویل، این امور در افزایش گنجایش خیابان ها و کاهش ازدحام در شرایط فعلی که موجب تسهیل تردد زائران و موکب های عزاداری در مناسبت ها می شود، سهیم است. افغانستان کشور بسیار ناامنی است. به گزارش شیعه ویوز، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با انتشار پیامی در توییتر نوشت افغانستان از مرگبارترین کشورها برای غیر نظامیان در جهان است. این بیانیه افزود 50% از مردم این کشور، حدود 17 میلیون نفر، در جایی زندگی می‌کنند که به شدت تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه قرار دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز اخیراً درباره تلفات غیر نظامیان در حملات عمدی و هدفمند گروه‌های تروریستی گزارش داد که تنها طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 945 غیر نظامی قربانی قتل‌های هدفمند شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان موسوم به یوناما، در نیمه نخست سال 2020 میلادی نیز 1282 غیر نظامی جان باخته و 2174 تن دیگر نیز مجروح شدند. این نهاد همچنین با اشاره به اینکه سنی های تندروی طالبان بیشترین تعداد از نظامیان و غیر نظامیان را قربانی کردند، تاکید کرد که مذاکرات صلح با طالبان تأثیری در کاهش تلفات غیر نظامیان نداشته است. یک امام جماعت در داخل مسجد یک روستای دورافتاده در پندیگهیت، شهری در ناحیه اتک پاکستان، به ضرب گلوله جان باخت. به گزارش شیعه ویز، به نقل از داون، مقتول با نام حافظ حسن رضا 22 سال اهل منصره شناسایی شده است. وی توسط کمیته محلی مسجد در چاکی به عنوان پیش نماز منصوب شده بود، ولی یک جوان دیگر از همان محله با تصمیم کمیته برای انتخاب وی مخالفت داشته است. او با خطبه امام جماعت در ساعت اولیه صبح مخالف بوده است. این موضوع در جلسه کمیته مسجد در روز جمعه مطرح شد که اعتراض وی پذیرفته نشد و امام جمعه را موظف کرد که خطبه خود را طبق معمول ادامه دهد. بر اساس این گزارش، فرد مظنون روز یک شنبه وارد مسجد شده و امام جماعت را مورد شلیک گلوله قرار داده است. پلیس پندیگهیت تحقیقات درباره این پرونده قتل را آغاز کرده است. لازم به ذکر است چند روز پیش نیز یکی دیگر از امامان جماعت در یکی از شهرهای پاکستان ترور شد. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.